بیایید در مورد دو تا معیار سنجش تورم در اقتصاد صحبت کنیم شاخص قیمت مصرف کننده که به اختصار CPI نامیده میشه و شاخص قیمت تولید کننده که به اختصار PPI نامیده میشه تغییر در قیمت کالاها روی زندگی همه ما تاثیر میذاره از خرید کالاهای معمولی مثل شیر و تخم مرغ گرفته تا اقلام بزرگی که خیلی به نرخ بهره حساس هستن بنابراین برخلاف بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگه مثل PMI یعنی شاخص مدیران خرید، شاخص اعتماد و حتی گزارش تولید ناخالص داخلی یا همون GDP، داده های مرتبط با تورم یکی از معدود گزارش هایی که مستقیما به هزینه روزمره زندگی مربوط میشه. CPI و PPI اصلی ترین داده هایی هستند که در رابطه با وضعیت اقتصاد منتشر میشن. یعنی شاخص ماهانه به طور دقیق توسط معاملهگرها مورد بررسی میگیره چون همین داده ها توسط فدرال رزرو مورد استفاده قرار میگیره تا میزان رشد در اقتصاد رو بسنجه فدرال رزرو بانک مرکزی یکی یک وظیفه دوگانه بر عهده داره یعنی تحت فشار زیادی تا بین دو عامل مهم اقتصادی یعنی تورم و بازار کار تعادل برقرار کنه به همین دلیل اعضای فدرال رزرو در سخنرانی ها یا رویدادهای عمومی به هر نوسان غیر منتظری که در شاخص های اقتصادی پیشرو رخ بده اشاره می کنن تا از این طریق انتظارات بازار را مدیریت کنند. CPI در اصل معیاری برای سنجش ارزش کل کالاها و خدماتی که مصرف کننده ها در یک دوره مشخص خریداری کردند. در مقابل PPI معیاری برای سنجش تورم از دیدگاه تولید کننده ها. PPI در واقع هزینه تولید کالاهای مصرفی رو اندازه گیری میکنه و از اونجا که قیمت کالاها و مواد غذایی مستقیما بر قیمت خرده فروشی تاثیر میذاره PPI میتونه شاخص پیشینی خوبی برای پیش بینی فشارهای تورمی باشه علیرغم پیچیدگی که این گزارشات دارن معامله گرها میتونن به طرق مختلفی خودشون رو برای انتشار اونها آماده کنند. اول با استفاده از اطلاعاتی که از گزارشات مختلف درباره اطمینان مصرف کننده و P.M.I. ام به دست میارید میتونید تغییرات قیمتی رو که هم مصرف کننده ها و هم تولید کننده ها طی یک ماه گذشته باهاش مواجه شدن اندازه گیری کنید گزارش خورد فروشی هم هست که به عنوان یک شاخص مهم قبل از تورم در نظر گرفته میشه زیر نظر داشتن قیمت های انرژی و چشمانداز کالاهای عمومی هم به معامله گرها کمک میکنه تا پیش از انتشار گزارش ها موقع موقعیت های درستی اتخاذ کنند. اگر نوسانات زیادی در قیمت کالاها وجود داشته باشه، بازار به احتمال زیاد توجه خودش رو معطوف میکنه به داده های شاخص قیمت تولید کننده هسته که اون رو قابل اعتماد ترین اطلاعات میدونه. به عنوان یک قاعده کلی، کمیته بازار باز فدرال جهت کمک به حفظ نرخ تورم در حوالی دو درصد در میان مدت سیاست پولی رو اجرا میکنه. اگر اعداد PPI و CPI بالاتر از این سطح باقی بمونه، فدرال رزرو احتمالا اون رو یک تهدید برای کشور در نظر میگیره. که میتونه منجر به افزایش نرخ بهره برای از بین بردن قیمت‌های افزایشی بشه. از طرف دیگه دوره طولانی تورم پایین یا حتی منفی به این معنیه که بانک مرکزی میتونه اقداماتی رو برای تحریک اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره یا اجرای سیاست تسهیل مقداری QE در نظر بگیره عوامل زیادی وجود داره که هنگام سر و کار داشتن با CPI و PPI ایالات متحده باید بهشون فکر کرد. اما انتشار این گزارش رویدادیه که فرصتهای متعددی رو برای معامله گرها فراهم میکنه که با یه آمادگی نسبی و کمی بینش میشه از اونها بهره برد.